وطنداران عزیز سلام، صبح همه شما ناظرین و بخیر، انشالله که جور صحت سلامت خوش آرام باشین. خوش آمدین به گزارش امروز ما. شاید تعجب بکنین وارث مجدد کجا آمده. بله، ما در موقع جای هستم که اینجا معمولا ازدحام ترافیک بسیار زیاد است، بسیار بسیار زیاد. در این چند وقت اخیر خب یک سلسله فعالیت هایی که توسط خود ریاست ترافیک شهر صورت گرفته که یک سلسله ازدحام را میگن کم کرده. ساحه دی افغانان سر کوتل، بخصوص این قسمت جایی که طرف هم سر کوتل بالا میشه دیگه، اونجا چارای عبدالحق و بعض جاهای دیگه متاسفانه آنقدر ازدحام ترافیک زیاد می بود که موترها با ساعتها اونجا گیر میموند. در دی افغانان هم طبق معمول همیشه ازدحام ترافیک می بود. امروز هم آمدیم که البته ما کم وقتتر خود رساندیم، قرار است رئیس به ترافیک بیاید اینجا. اونا هر روز البته در هفته بعض جاها میره به خاطر کنترل ساحک ببینن که چه رقم هست ترافیک کار و فعالیتشون چه رقم است. حتی خودشان من متوجه شدم گاهی وقت هم پیشش بعضی چیزایی که از ترافیک ها میباشه در سر سرک استاد میشه محترمی دوان مثلا یا میگفت اجازه نیست و می شکلی معلوم میشه ترافیک هم در چهار اطراف پیششان پایپا و یا از اونمون چوبایی که اینا پیش خودشان دارن استاد هستن که اگر موتر استاد میشه میزنن مثلا که اجازه نمیتن، چون اگر هر موتری که در این محل منطقه استاد شما پشتش دیگه موتر پشتش دیگه موتر به میشکلی ازدحام بیخی زیاد میشه دیگه. باز میمونه کار به این که دیگه کار این از همون شروع که رابندان میشه تا به آخره. اکثر جایی که دلیل رابندی بود دیاتر رابندان میشد کراچی هایی که در کنار جاده ها استاد می شد دلیل رابندی زیادتر اونا بودن، اما حال کراچی ها را هم برشون غرفه از طرف ریاست شوربالی جور شده که دیگه اونا در روی سرک نبراین تا باعث نشن که ازدحام زیادتر شود. من منتظر رئیس به ترافیک هستم که اونا بیاین چه گفتن یا دارن ایکی چی گپای دیگه اونا دارن، اونا را هم تقدیمتون خواد کردیم. شما تا پایان بیننده باشید. دوره نازنین ما گفتم که ما منتظر رئیس به ترافیک هستم. ما میفهمین یک چیز داره که همیشه در فکرش هستم که اکثر جایا که رابندان بود یک سلسله مشکلات ها را بیشتر می دکاندارا بعضی که در دست فروش بودن اینا جور میکرد که برشان از طرف شاربولی جای جور کرده بود، اما با وجود از رئیس به ترافیک به خاطر کنترل گاه وقت ها مبرای بیرون روز مشخص من نمیدونم چه زمان است، من تا گاهی وقتها متوجه میشم که خودش میایه به نیست یک کارمند عادی که در اینجا در روی جاده هست کار میکنه. خود رئیس صاحب مثلا سلام علیکم رئیس صاحب، خوب هستین انشاءالله؟ چطور است؟ بخیر هستین؟ مرد بخیر جنجوری؟ بخیر هستین انشاءالله؟ شکر الحمدلله خیرتی شد. بخیر باشین. ما پیشتر رئیس صاحب گفتم خرد کلان شده کابل هستم، ولی ما دی افغانان تانوز تفکیک کردن تانستم که دی افغانان دیجا بوده بود کدام نقطه جای استاد بودم. جور خواستین رئیس پلازا و زرزمینی استاد بودی؟ بله بله. الحمدلله فضل خدا شما چطور میگذره کاروبار؟ الحمدلله بسیار خوب میگذره، بسیار خوب میگذره الحمدلله فضل خدا شکر. چقدر تغییرات میگین اومده باشه در پس از اینکه شما اومدین در ریاست ترافیک در سایر رابندان و اینا؟ الحمدلله ده خو اینمی سوالی که شما کردی که چه که تغییر آمده و چه که فرق آمده، یا شما از شهروندان کابل پرسند کنید بسیار خوب میه، بسیار تغییر آمده. در وقت جمهوریت برای شما معلوم بود اینمی وقتی فکر مامورین خط سیرا بود برای کلانها، علی الحمدلله ونمو خط سیرا نیست، ونمو را بندان که مثلا نیم ساعت یک ساعت دو ساعت می بود، علی ونمو مشکل الحمدلله نداریم. ونمو را که بند بود هر کماندان و هر وزیر که برای خود بند کرده بود میستنگای کلان را در سر کوچه و در سر سرک شانده بود، ونمو را ور داشتیم الحمدلله مشکل نداریم، بخی زیاد تغییر آمده. مگم یک گپ دیگه هست جناب رئیس، بعد از حکومت امارت اسلامی بعض موترهای استیکری بسیار زیاد شده،
یعنی پلید نمی داشته باشه، فقط استیکر داره. اینی ازدحام موتر ها، یعنی بیروبار موتر دیگه هم زیاد شد نسبت به وقت. نسبت به وقت باید زیاد شوه موتر ها، به خاطر نسبت به وقت پیش مردم از ولایت و از ولسوالی و از دیگر جای بشار کابل به آسانی آمده نمی تانیسته. در هر جای تلاشی بود، در هر جای چک پوینت بود، مردم و متنای خود به نام مختلف گرفتار می شد، بندی می شد. علی الحمدلله امور مشکل نیست. کلی مردم افغانستان با خوشی و با خیرت با کابل می از کابل به دیگر ولایت می خو ضرور از بیروبار جور می شه. سوالی که زیاد در ذهن شاید وطندارا خودم دوست داشته باشن از نزدیک ببینن برات بگوین این موضوع را شریک بزن، یک موضوع ترافیکی می باشه، ای تو همه روز زمین به کنترل در ساحات یا در روز مشخص دارین؟ گاهی وقتا در دفتر هم هستین، معمولا در اوجه می باشین؟ ما که در روز اول اینجا کار شروع کردیم در ریاست ترافیک، که هدایت برای ما از طرف رهبری می شد که خدمت برای مردم کو. ما که رهبری خود و ملت خود وعده کردیم که ما خادم از ملت هستیم. هر روز بیرون میشیم، تقریبا پیش از رسمیت، بعد از رسمیت میایم سهارا کنترل میکنیم. اگر کدام جای مشکل پیش میاد و نمود وقتی رسمیت اونجا میریم، در اونجا معاون صاحب میشه و نمود کارا و نمود رک و نمود کنترل میکنه. ما میریم سهارا کنترل میکنیم که هر جای مشکل داریم، یا مثلا وطن دارای ما شما مشکل داره، یا مثلا مازیفین ما مشکل داره، کتی و نمود کمک میکنه و مشکل الحمدلله حل میشه. چند ساعتی که بود زیادترن ازدحام داشت، یکی سر کوتل بود، یکی دی افغانان بود، یکی سرک وزارت داخله بود، یکی هم چارای عبدالحق. حال چطور است؟ و پیش شما با شما معلوم بود که بنایی ما و شما داشتیم چرای بنایی دو ساعت سه ساعت بند می بود. خو اینجا مردم پیش مردم که اینجا کار میکرد، مثلا در وقت جمهوریت کسان که بود، غم مردم غم ملت نبود. و نمور که یک طرح برای زیاد جورش کنه که مردم برای آسانی یک طرف و دیگر طرف و برو مرور کنه. و نمو بنایی را اگر علی توش از شما رفتی اونجا ما انحراب دادیم طرف ارزان قیمت که تو میری. متوجه شدی هیچ را بندی علی الحمدلله اونجا نیست که تو میری از چرای عبدالحق تا اونجا یک سنم شما استاد نمیشی، با تیز با خوشی میری. از طرف جلال آباد که تو میای مثلا اونجا خالص اشاره ترافیک بدی دو ثانیه و یا دو دقیقه دو منتو یا سه دقیقه نمیشه دیگه نیست الحمدلله. پلانای آینده بخیر چی است؟ در آینده دیگه چی پلانا دارین که بخیر بتونین امی رابندانی که هنوزم اندک اندک اگر وجود داره امی بیخی جلوش گرفته شوه؟ در آینده خوب پلانا الحمدلله بسیار خوب پلانا الحمدلله امارت داره. برای شهروالی هدایت داده شده از طرف وزارت داخله و چی که پلای هوایی جور شوه، پلای زرزمینی جور شوه، برای مردم دیگه هم زیاد سهولت بیا. امی شما گپی کوتل را یاد کردی، الحمدلله کوتل جور میشه، کلمی کوتل جور شوه یعنی مشکل ما شما حل میشه. ورمو یک سرک از طرف چرای کمبر به طرف شارک زاکرین میره که اونمو برای انشالله مشکل حل میشه. دیگه یعنی اینجا انشالله دامی یک پول نظریه دادیم، دامی شرای منار نجات که است اونجا باید یک پول جور شوه، مشکل انشالله دیگه ما حل میشه. و زیاد کار به یک شده که پیش شما کلی موتوروانای ما شما که موتورا بود کلی باقی بود، قرضار بود، مردم اسناد خود نو کرده نمیتانیسته. پیشنهاد کردیم که مشکل ملت خود دیدیم و ترانسپورت و موتوروالا را دیدیم، پیشنهاد کردیم با کلانهای خود به امارت خود الله تعالی جزای خیر به امارت و کلانهای ما شما را بیتا مکمل معافیت داده برای مردم. علی الحمدلله مردم می اسنادای خود نو میکنه. انشالله در سال 14 و 3 ما شما انشالله در شاید در کابل یک موتورم باقی دار نداشته باشیم انشالله. وطنداران نازنین، ما زیادتر شاید شما متوجه سایه ازدحام شده باشین که نمی جا هست. یک سلسله تغییرات هایی را که گفتن، یکی که موترا اسنادایشان پورا نمی باشن، مثلا اسنادایشان باقی داری می باشن، اونا را هم گفتن تا 1403 امکان داره که دیگه هیچ موتر باقی دار نداشته باشه. یکی دومنی که جناب خود رئیس صاحب موضوع را اشاره کرد که در آینده بخیر پلان های دیگه هم هست که بتونیم همی جلو را بندان بیشتر بگیریم که دیگر را بندان نباشه. یک گپ دیگه که همیشه وطندارا دوست دارن از جناب خود رئیس بشنون، معمولا موترهای کلانتر، چون بعد از ده شب قبلا هم همین رقم خبر داشتم، بعد از ده شب در شهرهای عمومی مثلا در شهر بازار حق داشتن بیان. آده چطور جناب رئیس هم گاهی وقتا متوجه میشون موترهای کلان میاین، مثلا امو تایمی که تعیین شده 10 بجه، بعد از 10 بجه دیگه اجازه نداشتن که در صد شهر بین چون موتور تیز رفتار زیاد میموش. حال میان متوجه هستین شما یا نه؟ ما خوب مشکل مردم خود را میبینیم، بعد از اون تیم چیزا مقرر میکنیم. یا خوب پیش بود که 10 بجه بیا علی شبه کلان شده ماشاءالله،
ما به 8 بجه به مردم خود اجازه میتیم. چرا در شهر مشکل نداریم. امی موتورونه ما شما که از کلان موتور داره بلنتولاج داره اون مخ ما از وطندارای ما شما است. ما لا بار کده از یک ولایت به دیگه ولایت میره. اگر اون عمر ما داده به جای اینجا استاتوش کنیم. باز تا اونجا کی میرسه. ما کوشش میکنیم که امی مشکلی در شهر حل شوه با موتورای کلان اجازه میتیم. البته به روز اجازه نمیتیم. غیر از اون موتورا که مثلا یا در شهر مثلا مشکل داریم یا اون موتورا که سوزی و کله و انار و یعنی چیزا رو بار کده اون مو اجازه میتیم. چرا که اون مو چیز خراب میشه که به زودی تا منډی برسه. موضوع اشاره ترافیکی چه رقم هست؟ اشاره ترافیکی که شما میبینید الحمدلله جور میشه تیار شده کارت ماموری نو دیگه و چرای ماموریت ماموریت ارزان قیمت و دیگه چرای الحمدلله به زودی ان شاء الله اشاره هم فعال میشه چند خو فعال شده دیگه هم فعال میشه. ما که متوجه شدید نشیدین جناب رئیس صاحب به اشاره که به وجودی که سرخ می باشه که مثلا کس نره باز وطندارای ما بخصوص موتر می باشه میگه حتما میگه شارت از اشاره که سرخ خزینه می رقم تیر میشه. مردم ما شما خو ملامت هم نیست به یک صورت چرا دمی چند سال کس برای ازیا قانون تطبیق نکده هر کس پیسه ازیا گرفته علی که قانون تطبیق میکنیم ان شاء الله قانون تطبیق میشه مردم اصلاح میشه از پیش قدر الحمدلله بسیار اصلاح شده خدا تعالی مهربان است که درنده چند که منده اونم اصلاح شو ان شاء الله ان شاء الله. وطندار نازنین ما امرای خود رئیس صاحب میرم حتما یک دو صحبت های رکت بعض راننده که از این مسیر رو برو مرور می داشته باشن کتونا می داشته باشه شما ببینید که چه رقم پرسان میکنه چه سوالی ازشون میکنه ما کتشان هستیم ان شاء الله. خب کماندان صاحب السلام علیکم. سلام علیکم. چطور دارین صاحب؟ خیر و خیرت. خیر و خیرت. بیا که تونی طرف دار بتین این تو که چرگه که تون درست سر بیا نامتون رو بگین. از سمنوال محمد نواب مدیر تنظیم مراقبت ریاست امید ترافیک کابل. ماشاءالله ماشاءالله. چه رقم هست وضعیت نسبت به وقت ها چند سال میشه که کار میکنین در خود ریاست ترافیک هستین؟ اندرست تقریبا یک سی سی و یک سال میشه که در شهر کابل در وظیفه پلیس ترافیک من در بخش های مختلف وظیفه را انجام میتم و فعلا به صفت مدیر تنظیم مراقبت ریاست ترافیک کابل است. چی تغییرات ها میبینی نسبت به وقت؟ آله چقدر تغییرات آمده؟ درست تغییرات طبعا به خاطر از اینکه قبلا اکثر کراچیوانا بودن که جاده را مسدود ساخته بودن. متاسفانه ما بیشتر اشاره هم کردم. کراچیوانا بودن و دستفروش ها بودن در بالای جاده یامن با فضل خداوند با پیروزی امارت اسلامی افغانستان کمیسیون مشترک که از طرف مقامات صلاح امار گردید به خاطر برداشتن موانع و درست شدن کراچی و دستفروش ها نجا حال خوب است. فضل خدا جریان ها بسیار نرمال پیش می روند. زمانی که جاده تخلیه باشه هر کس وظیفه خود بشناسه مثلا شهروالی محترم کابل در راستا کار خوب کردن اکثر نقاط مزدهم شهر کابل دی افغانان پلازا و شیربچا و فروشگاه و پشنسان و همه الخه این را به کمیسیون مشترک ما پاکاری کردیم حالا جیران به فضل خودم بسیار نرمال پیش میرن. امی قضیه دروش اکثر افسرهایی که در ترافیک هستن بخصوص در جاده ها مصروف هستن دراوش پیششان می داشتن حالا هم هست یا نه؟ نه خیر نه خیر به خاطر از اینکه قبلا راننده محترم که تخلف مرتکب می شدن ما پارچه جریمه داشتیم توسط پارچه جریمه و وادار بیمی شدن که خدا نخواسته نشه که پلیس ترافیک ما را مؤاخذه بکنن به خاطر وضعیت اکثر تخلفات مرتکب نمی شدن. بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان پارچه جریمه از بین رفت. زمان کرد ما مجبور شدیم یک چند وقت به خاطر اینکه بی‌نظمی در شهر کابل به حد و به اندازه زیاد شد رابندان بسیار زیاد شد ما مجبور مکلا بودیم که به همشهرهای محترم راه را خلاص بکنیم تا مریضایی که بعد در جراح خدا نخواسته طلب نشوند و عاجل به شفاخانه برسند ما برادرای ما که در وزارتخانه و تجارتخانه میرفتن با اون وقت زمانش بعد میرسیدن یعنی مشکلات جو شد یک چند وقت از این درفش ما استفاده کردیم. حالا به فضل خداوند درفش نیست فقط صرف اون پایپکای نازک نازک پایپ پلاستیکی است که راننده محترم یکان با خبر میکنه که نکو توقف دیگه انشاءالله خوب شدن. خوبه خدا رو شکره که کم خوبتر شده. بر صورت موضوع ترافیک که میای حتما در فکر شما زیادتر از کدام نوع موترا بیشتر به عذاب هستید؟ حتما از افسرها گلایه میکنن شکایت میکنن ما در شهرهای مثلا سمت جلال آباد نگرار که بری اینجا از
رکشا زیاد گله دارن، اینقدر میگه رکشا است که هیچ نگو. حالا از اینجا چی گله دارن؟ از کدام نموترا زیادتر؟ خب این یک سوال کردی که بسیار باید یک ساعت سر از این موضوع من صحبت بکنم. خدا مهربان است بدون شک. رئیس حزب ملی بس در تماس شدیم. رئیس حزب ملی بس یک آدم بسیار نیک، آدم خوب است. اگر شما متوجه شدید امیر اون اونجا ملی بس استاد است، ملی بس ها را فعال ساخته از زمانی که یک ترانسپورت منظم مثل قبل واره 35 سال قبل دوران دکتر نجیب بر قسم میکنم، اون وقت یک ترانسپورت بسیار منظم بود. همه ملبس ها بود که تکافو میکرد به همه مردم کابل. ما همه پیشنهاد ها را پیش کردیم و رئیس ملبس امروز بسیار در تلاش از همه است که ملبس ها فعال بکنه. تقریبا همه را 6-7 لاین ها فعال ساخته. اگر ترانسپورت منظم به وجود آمد انشالله این مشکلات کل گل میشه. غیر از اون میبینه که همین سوال پس برمیگره با پلیس ترافیک چون نداره حق همین وسایط تیز رفتار، وسایط شخصی حق انتقاد راکبین نداره، ولی روی مجبوریت هم مجبور هستیم بخاطر از اینکه دیگه وسایط تکافو نمیکنه به مردم و شما. یارم دیگه یکقدر جاد غرض نمیکنه و اگر تیکسی ها بخیر که پروسیش نهایی شده تیکسی ها بخیر تیکسی لین برشان توضیح شود در ازگاه براین بخیر ملی بس فعالیت خود آغاز بکنه بهتر در لینای دیگه. ما انشاءالله به مشکل مواجه نخواهد شدیم. نقطه در یاد آمد که زمانی که امارت اسلامی افغانستان به پیروزی رسید روز دومش ما بر آمدیم به وظایف خود نظر به مقامات سلام، دیدیم که موتورهای تیلری گشت گذار میکرد. در افغانان موتور تیلری که در تاریخ اولین روزی بود در زندگی تیلری اینجا آمده بود، یه تیلری ها رو ما دیدیم. چی موانی هایی بودن نیو؟ تیلری ها رو دیدم، در پالی تیلری ها رکشا که رکشا رو گفتی رکشا یک مرض سرطان از بشار کابل ما نما نمیاره. رکشا رو دیدم که همین دیوانان پلازا مثل مرکزی پر از رکشا و تیلری یک بینظمی خاصی بود. تا زمانی که دوباره با خوان صاحب امنی رفتیم صحبت کردیم و خوان صاحب امنی بسیار خوش شد، دو وقت به تمام امری نوزا هدایت داد که چیزی که پلیس ترافیک میگه به مطابق از اجرا کنه. باز ایسا خداد سرشان واز کردیم از مشوار کابل رکشا هم کشیدیم پسر بردیم دم خسایرای سابق که بود تنظیم کرده بودیم به مشکل وسایط سقلم تنظیم شد. پس انجام به فضل خداوند زیادتر شد، شار یک رم نقی دیگر را گرفت. یعنی به فضل خدا میاد به نام رکشا رو نبینید در شار من توجه نمی متای کارت نبود یا دمونجا ما یار نمیمانیم به خاطر از اینکه ما با تمام مشکلات خبر هستیم. به خاطر از اینکه جلال آباد بسیار یک مشکلات خاص را بار آوردن واسه از موتر کدر رکشا زیاد است ویجن رکشا رو ما نمیمونیم. رکشا از هر لحاظ از لحاظ جریان ترافیک بر هم زدن جریان ترافیک از نگاه امنیتی مفید نیست. ما دیدیم به این خاطر حال به فضل خداوند دیگه بسیار خوب است از وسایط نقلی تیز رفتار وسایط شخصی دیگه کم داره. خیر سلامت تشکر بسیار زیاد بسیار زیاد تشکر خانم آباد تشکر برادر سلامت باشین. ما میرم پیش رئیس به ترافیک که اونا طبعا بیشتر کت راننده از این مسیر ارتباط داره. ببینیم که این راننده چی گلایا دارن در غیاب از خود رئیس چی گفتنی برای از اونا داره. صحبت های از اونا را میداشته باشیم باز ما شما هستیم. ما یک چیزی که ذهنم میگرده جناب رئیس صاحب گفت دینی جایی که همیشه موترهای دارالامان، موترهای چلستون، موترهایی که سمت کوتی سنگی میره، اکثر موترهای پلیسور خود تا هر طرفی که میرن اینی جرا وطندارا ازگاه جور کردن. یعنی همیشه میان در اینجا استاد میشن منتظر موتر که او طرف برن. ما پیشتر گفتم یک اشاره رساند و گفتم اگر یک چیز نوشته داشته باشه که برای وطندارا یک چیز در ذهنشان بیایه که دیگه اینجا استاد نشن برن پیش اونجا ازگاه در ازگاه استاد شوانا. رئیس صاحب با وطندارا خو ما تقریبا امی دو ماه میشه بلکه لازیات وقت بگیم که امی ازگار ختم کردیم 6 ماه برای ازیا پرو میشه. امی کس که بفهمه
که انمی از گانیس پیش اونجا لوحا است که بری استاپ اونجا نشتاب کردیم لوحا است وار چیز است مردم ما شما سولت طلب است پنج قدم پیش نمیره انمی ارجه موتر گیر شما بالا موتر گیر شما ارجه انمی ساز و موتر باید بسر ازیا و رومونجا اینجا بیاید علی بنی می باید خود سوچ کنه که ما اینجا ایستاد میشیم از ما به دیگرا را ضرر چرا برسانیم موتر را چرا ایستاد کنیم به اشتاب براوه خونه میره انمی مردم پورمونجا اشتاف و معلوم است جای مالو سه انمی باز که شما میبینید انمی زرزمینی است باید مردم عزیز زرزمینی عبور و مرور کنه بر طرف خونه میره میبینید سر سر کمی کلی را بندی انمی مردم آورده علی اگر مردم عزیز زرزمینی استفاده بکنه از سرک عبور و مرور نکنه مشکل حل است هیچ مشکل پیدا نمیشه خو مردم ما شما کی است بسیار سولت طلب است هر جای که استاد باشه باید ورمونجا بری از موتر بیا و نمو سوار شوه تقاضای ما از است از مردم خود یعنی می میگیم که او برادرها به جای خود ورمونجا میره میشار تنها به ترافیک جور نمیشه تنها به امارت و به حکومت جور میشه مینه تو حکومت به اردو باید به یک دیگه دست بیته به جای از جای سفر کنه به جای مشخص باید تا شوه یعنی ما متوجه هستم مثلا بیشتر وطندارا که جساد هستن شاید به خاطر موتر جساد باشه هرچند اونا پیشتر هم اشاره کرد از همین شروع دی افغانان که خودم مندازی تا نقطه جایی که به سر زیرزمینی میرسی موترهای معمولا موتر مسیر است عبور و مرور دارن استاد میشد سوریا را بالا میکنن میبرن حتی موترهای بعضن شخصی موترا اما به هر کسی که باشه فرق نمیکنه گفت ازگاهشون مشخص است ازدهام را بیشتر هم شاید این دلیل بوده باشه دیگه من نمیدونم یکی جناب رئیس گفته با وجودی که گفتن شش ماه پیش موضوع را یاد کرده بودین شش ماه دمی ترافیک بیچاره برای ازیا استاد است برای ازیا راهنمایی که شما یک دره برو به ازگاه برو خو مردم د اینمین جمع برای از دروارا ما میگیم به مردم خود میگیم که در جای مشخص باید شما موتر استاد کنی از جای مشخص باید سواری کنی ببینی اون موتر د بین سوار کنه مو استاد کرد ببینی سواری را بالا میکنه ببین یعنی می یک موتر کی استاد شوا پشت ازیا صد موتر استاد میشه مردم خودش آن انصاف ندارن و خدا سر سرک استاد بود ببین علی میگه ترافیک چرا میزنه اگه همین ترافیک نباشه با خدا که دو ساعت تو از اینجا بره متاسفانه متاسفانه ما مت دوازت سرک استاد کرده سوری بالا میکنه خب ما از 100 درصد بگیم 90 درصد مردم ما ملامت است یا رگ بگیم 100 درصد ملامت است چی نمیشه با این خطر باید اینمی دائمی دو سال خو اصلاح شوه پیش اینمی جریمه میداد و مشکل بود و نه جریمه است و نه یک سولتا برای از مردم با موتورمان آمده که تصور آدم نمیکنه کل دنیا نیست کلی مردم باز هم تخلف میکنه باید اصلاح شوه شکر خدا را ادا کنه نه شکری نکنه با مردم به دیگر اذیت جور نکنه جناب رئیس صاحب قبلا این رقم گپ بود میگفتن کوشش بکنین ساعت 8 بجه در افغانان نباشین پیش از مامورین یا سینین بجه که مامورین رخصت میگه دو تایم و تایم رفت و آمد مامورین دیگه در کل آن قدر ازدهام می بود که دیگه موتر ساعت ها استاد میمون تا که از این سرک ها عبور میکرد میره بود طرف اوس خو الحمدلله هغه مشکل نسته مشکل ډیر حل سوی ده خو بیا هم له خپلو موټروانانو له خپلو هیوادوالو دا غواړو چې دا ښار نظم باید جوړ کړو دا وطن باید جوړ کړو هغه جوړیږي داسې چې هر موټروان هر ډریور هر اسواری مشخص ځای ته ولاړ شي ازګاه ته ولاړ شي له هغه ځای سفر وکړي بخیر سلامت باشی باش که خود رئیس هم که اون پرسونا کیجه که برآمد حتما از کدران اندام رابطه و ارتباط میگیره صحبت از اونها را می داشته باشیم حق انتخاب را که بینونه تو تکسی استی؟ بس استی؟ چی هستی خیلی جیران مختار میزازی؟ نکو جیران مختار نزاز یا آمه رفته بر تشاره میکنه دیگه پلیس ترافیک کنه بر تشاره میکنه خور از دلیز دیجا دایست داشت سواری دوار دار برو بخی که دیگه نمیکنی خو حال خود گرفته دیگه دیگه نکوی کار حال ما ایرایت میکنم سرشان درست است؟ آج جانم برو بخیر بریم 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 بخیر بریم من سوار شما میکنم از ایج دیگه امی
اسناد موتر که پاک نباشه که در بیرون مبره یک مون باشه، که دو مون باشه، که شش مون باشه. وقتی که استادت میکنه نه که باز پرسار میکنه اسناده، اکثرشان بیچارم تو محکم محکم میگیره. دوم دایت جایی که بیروبار ازدیاب میباشه خوب از او که اسنادهتان پاک نیست، مثل که جناب رئیس صاحب گفت که تا 1403 انشالله که گفت هیچ موتر اسناد باقی نخواد داشت. توکل به خدا این دیگه پلانی که اینا گرفتن، یعنی بعد از دیگه هر موتری که بیاد نیاز نیست که اساسش پرسان بگن که باقی دار است یا نه، یعنی بعد از دیگه هیچ اسناد موتر باقی نمیمونه. بر صورت ما حکت جناب رئیس بعض جای خود رفتیم صحبت های خود داشتیم، شما روی ما باشیم. این فقط آخری اختار بود برای آخری اختار است برای از بعد اصلاح شو. بعد کل چیزا خواهد داشته باشه. داشته باشه، بعد لسانس داشته باشه، اسناد اصلی داشته باشه. در امی که علمی استاد میشه پشت علمی خوب بسیار علمی صاحب بیروبار داره. صد موتور پشت از یاد استاد میشه. با این خطر ما میگیم که در بین سارا که استاد نکو گوشه استادش کو که مردم گوشه و که برای مردم دیگر از آمد جور نشه تو بره. علمی مشکل است برای کرد. خیر ببینید. اما موتوری است که من پیشتر اشاره کردم گفتم در وسط سرک استاد شده بود سواری بالا میکرد که مسئولین ترافیک متوجه شدن، اینا گوشه آوردن، اسناد یا چک چک کردن، گفتن باقی است، از لسانس اصلیش هم پیش خود نداشت. بر صورت ما که جناب رئیس صاحب میریم یک جای دیگه، باز قصه دیگه خواد داشتیم اونجا. چرا شوندی باز آله؟ چرا شوندی یک نفر تو کو همین لازم تو کو یک نفر تو خود حالا خود تو شو خود تو کو یک نفر درنده کار نکنی یک نفر بیا خیر دیگه موتور شو بیا دیگه موتور میشینیم بیا حرکت کو دیگه نشدنی. خب موضوعی که زیادتر اینجا اسنادا یا را بررسی میکنن ای علی بنو کدن آمده او ای اسنادا ای که نو میخواه نو میخواه بله نو میگیره این شاروالی و ترافیک چی را پیسه را جمع کده مالی منده و رو کمیه رو کچکر لسنس را واخه برو برای برو شاروالی و ترافیک ترانسپورت کوری بازم نمیای نمی مردم تا چی وقت نمی برای ازیا وقت بیتی لسانس راکا ها نه لسانس را نه اسناد فاک باز میگم ما چی کنیم دیگه لافروایی هست یا نیست تو پرسانت کو ازیا پرسانت کو ازیا. بر صورت یک چیزی که ما آمدیم ما منیس یک رفیق و دوست اکثر جای رئیس صاحب خودش استاد میکنه موتورها را چون نیده بعض جایی که میره پرسان میکنه از راننده درد دلشانه گاهی وقتا ممکن که شان زیاد روی نشده باشه ممکن که شان بد رد گفته نشده باشه انشالله از این چیزا خوب گپی نیست نه انشالله تو که اسنادار تانوز فکرش نیست والا موتر نو گرفتیم موتر نو گرفتیم پشت کارایش میگردیم بخیر جورش بکنیم بخیر بخیر باشه سلام شکر باشین امره ما باشین مرا رئیس صاحب ما از اف ساخته بود که ازشون سوال بکنین کار از من نیست از این پسان کچه پسان دید من خبر دارم تا کنم اینمی روز بار اخیری تا باشه علی برو اسنادای خود بگیری شب است برو